Бонги истироб, интернет ва поин рафтани мақоми ҳунари воқеӣ. Олами ҳунар, эҷод, ҳар гуна гуреҳои кӯчагӣ ҳам рӯй об омад. Аз ҳамон ҷо шурӯъ шуд қадри ҳунарманди асил ва аҳли эҷод коҳиш ёфтааш. Донишкадаи санъат ва ҳавасҳои сарсарии ҳунармандшавӣ дар донишҷӯён. Ман як чанд муддат дарс додам, бачаҳо мутаассифона хеле завқашон паст, донишашон хеле паст. Ва имрӯз ман мегӯям ки душмани рақами яки мо ҳам бесавод. اختیاری یا مجبوری چی طور مردم را دلبسته تئاتر سازیم؟ از دستگاه پرزیدنت کشور رئیس دستگاه با تمام اداره ها کارخانه های شهر دستور دادن که هر ماه باید اهل کارمندانشان به تئاتر بیاید. این چیز خیلی به ما امید بخشید. ملت و تئاتر ملی. دیگر چیزی که به آینده تئاتر امید میبخشد این است که حالا شما میدونید در جای سابق بازار برکت بنای نوی تئاتر ملی بنیاد میشود. حرفویت و پول در ایجاد سینمای شایسته. اگر حتما میخواهید یک نتیجه دلخواه به دست بیاید باید حتما خراجان طلب کنید. حفظ حرفویت و نقش آفرینی نکردن در فیلم های کوچگی. راستی که بگویم چندین سناریو به من پیشنهاد کردن، خواندم، پسندم نه. آرتیق قادر هنرمند شناخته تئاتر و سینمای تاجیک از پایین رفتنی مقام هنری واقعی در جامعه تاجیکستان اظهار نگرانی می نماید. هنرمند تاجیک در این مورد در برنامه ایستگاه صفحه یوتیوب ابراز داشته ذکر نمودند که پیامدهای خارشوی هنری واقعی در مثال حجب و فیلم و سرودسرای قبل از ظهور اینترنت در تاجیکستان احساس می شد. آرتیق قادر زینه های اولی این تأثیر منفی را به نارامی های سالهای اولی استقلالیتی در تاجیکستان واقع شده ربط می دیند. هنرمند تاجیک می گوید که این نارامی ها ضربه نخستین را به ساحه هنر و هنروری در تاجیکستان زد و باعث پیدا شدن خالیگاه در این جاده گردید. قبل از اینترنت هم این چیز احساس می شد، چون که ما داخل یک جنگ بسیار پردهشت جاهلانه و بیعقلانه شهروندی شدیم. بعد از این اولین ضربه اهل ایجاد دید و خالیگاه پیدا شد. عالم هنر، ایجاد، هر گونه گوره های کوچکی هم روی آب آمد. از همونجا شروع شد قدری هنرمند اصیل و اهل ایجاد کاهش یافتنش. چندین سال قبل وقتی که همین با اصطلاح هوسکارای کوچکی نام هنر را پس می زدند، بعضی در بعضی محفل ها می دیدیم که حتی همون بازی میکردگیشون اونجا حقارت هم هست، تحقیر هم هست، بسیار به هنرانه می گفتم. من با چندین نمایندگان هم مسئولین گفتم که این کاسته میکند ذوق جوانان میکاهند. پگاه میبینید که اونها دیگر نه رودکی میفهمند نه فردوسی، نه ذوقشون به همین چیزای پست عادت میکنه. این در حالی است که کارشناسان مسائل فرهنگی از جاده هنری واقعی دور شدن اکثریت را به حضور اینترنت و صحیفه های پهن کننده های نوار در آن ربط میدهند. ربدهی مذکور از آن نقطه نظر است که امروز یوتیوب و دیگر پورتال های نوار نشر کنی اینترنت امکانیت مساعد پهن کردن دلخواه نوار را فراهم آورده است. جز این یوتیوب با صحیفه داران یوتیوب از حساب پربیننده بودن نوارهایشان مبلغ های خوبی هم میدهد. منبر فراهم شده به قول اکثریت را که هرزگویی را هنر می شمارند شرک نموده در صفحه یوتیوب فعالشان ساخته است. حالای فضای یوتیوب تاجیکی پر از بنام نوار هزل های مگم بابو دانجوان، سرود های پوچو بیمانا و فیلم و سلسله فیلم های تاجیکی از جاده هنروری فرسخ خود دور گشته است. فضا که از هرزنوار ها به عنوان حجب و فیلم و سرود پر شده است، فعالیت مؤسسه های تعلیمی هنرمند آماده کنی هم نظر است به چشم نمی رسد. این در حال است که هر سال بارگاه های تعلیمی هنری را هزاران کس با اختصاص گوناگونی هنری ختم می کنند. هنرمند تاجیک آرتیق قادر هوس های اکثری داخل شوندگان به دانشگاه های هنری تاجیکستان را سرسری می خواند و به قول خودش همین است که از فعالیت تعلیمی در دانشکده صنعت تاجیکستان دست کشیده است. دانشکده صنعت هم دعوت کردن که بیا اینجا شاگردای در همین سمت. من یک چند مدت درس دادم، وقتی دیدم که بسیار بچه‌ها
متاسفانه خیلی ذوقشان پست، دانششان خیلی پست. و امروز ما میگویم که دشمن رقم یک ما هم بی‌سوادی است. در همین پایا هر مشکلی که پیش میاد با ما اصلا ریشه‌اش بی‌سوادی است. حالا اکثریت مخصوصا محصلین مکتب‌های میانه و عالی کسبی از آن شکوه می‌نمایند که مجبوری به تماشای نمایشنامه‌های تئاتری جلب می‌شوند، ولی سال‌های اخیر طبق یک قرار مقامات بالایی کارمندان نهادهای گوناگون به تماشای نمایشنامه‌های تئاتری سفر برمی‌گردند. هنرمند تاجیک آرتیق قادر از این شیوه کاری گرم استقبال می‌کند و می‌گوید که همین شیوه باعث دلبستگی مردم به صنعت تئاتری می‌گردد. یک چیز البته بسیار امیدوارکننده است که از دستگاه پرزیدنت کشور، رئیس دستگاه و تمام اداره‌ها، کارخانه‌های شهر دستور دادن که هر ماه باید اهل کارمندانشان به تئاتر بیاید. این چیز خیلی به ما امید بخشید و همین طور هم هست، هرچند که خودشان نمیرن، هرچند مامورین ما میروند، موافقه میکنن، شرطنامه میکنن، روز و ساعت نمایش قرار میکنن، مردم میآیند و بسیار واقعا قناعتمند میروند از تئاتر. این چیز امید بخشنده است. آرتیق قادر اقدام ساخته شوی تئاتر ملی را نیز چون آینده درخشان در تئاتر تاجیک عنوان میسازد. دیگر چیزی که به آینده تئاتر امید میبخشد این است که حالا شما میدونید در جای سابق بازار برکت بنای نو تئاتر ملی بنیاد میشود. این بنای نو در تمام آسیای مرکزی، شاید در بیشتر از ممالک دنیا بی‌نظیر باشد. همه خیلی بسیار سه تالار دارد و فکر میکنم که ما مادر تئاترها و دیگر فرزندان این مادرم البته کامیاب میشوند در شرایط های نو، امکانات های نو. ما نشرهای قبلی فرهنگ ذوق اطراف شرکت هنرمندان سرشناس کشور که ذکر نام هایشان را ضرور و منطقی نمیدانیم در فیلم های کوچگی و آری از معنی گفته بودیم، مطلب ما واکنش سخت را به بار آورد. حتی اکثر از هنرمندان مشهور بازینگر در این فیلم های کوچگی نارسایی مالی را بهانه اساسی شرکتشان در این فیلم های سطح پست عنوان کرده بودند. پاسخ قطعی ما در این مورد آن بود که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایط نباید هنرمند هنری واقعی را خوار سازد و با نقش‌آفرینی در فیلم های پست مضمون مقام خود و سینمای ملی را ذلیل جلوه دهد. هنرمند تاجیک آرتیق قادر هم یک عامل کمتر در پرده سینما ظهور کردنش را در پیشنهاد سناریوهای خام و خطله و ساده لوحانه اکثر کارگردان های امروزی تاجیک میبیند. راستی که بگم چندین سناریو به من پیشنهاد کردن، خواندم، پسندم نه، ساده و ساده لوحانه و عامیانه و این خیلی بود. من یک بار شادروان همین نظرمند مصایف جایش جناب باشد، بهترین هنرمند، بهترین انسان بود، از خطون سینما به من دعوت کردن که به یک نقش است. نظرمند گفت که آقا تا کی همین فرار میکنی از این کارو، بیا رویم. مجبور کرد بعد رفتیم، خلاص یک صح یک فیلمی صح بود از طریق تلویزیون هم سینما هم چندی بار پخش شد. در اونجا یک نقش دکتری داروساز بازی کرده بودم. بعد گفتم که خب من که داماد خطون هستم، برای همین به همین خطون سینما روزیگی دادم و من دکن چهره نو در سینما هستم. حالا که امکانات مزید بهر مقام یافتن در ساحه هنر مخصوصا سینما فراهم است، باید از شرایط موجوده در مثال مقام یافتن در پورتال های نوار نشر کنی اینترنت از جانب هنرمندان واقعی تامین کرده شود. مقام یافتن صحنه های خام و خطله در فضای اینترنت را می توان یک نوع ضعیفی و ناتوانی و در اوج گپ تنبلی هنرمندان حرفه‌ای عنوان کرد. البته تنها یک هوا و هوس نمی تواند که آنها موفق کند تا هنر پیشه شوند. بسیار آموزند هنر پیشه، نه اینکه تمام اهل ایجاد باید از گذشته این ملت، از امروز و از این ادبیات غنی که جهان را بشر را ساخته است، یک ادبیات تمدنی بشر سازی ما، اصلا یک ذره آگاه باشند. در هم خارج کشور وقتی که از کدام یک ابله یک تحقیر میشنوند، جواب داده توانند گویند که آخر رودکی ما در عصر نوح چه هایی گفته بود که امروز ما به یگان ترجمان این خیلی میفهمیم، گویا که همین روز گفته شده است. یعنی بزرگی زبان ما، بزرگی فرهنگ و تمدن ما را احساس کنند و تلقین کرده توانند. حالا که کار به این حد رسیده است، مسئولیت هنرمندان واقعی است که مردم آلوده به ذوق پست را با ایجاد و تهیه حجو و فیلم و سرودهای پرمضمون جانب خود بکشانند و مقامی در ناخنک صنعت‌های از معیار هنری و اخلاقی فرسخا دور را در جامعه و اینترنت پایین بزنند. همین است آرزوی ما و فرهنگ پرستان واقعی. بختیار رحمانیان بودم با شما. سرفراز باشید.